تجمع‌های اعتراضی در تهران، اهواز و قزوین. برایان هوک: خزانه‌داری امروز بیش از 25 نهاد و 11 شخص و 12 کشتی رژیم ایران را نامگذاری کرد. دیپلمات فرانسوی: تا رژیم ایران قوانین تروریسم مالی را تصویب نکند، قراردادی در کار نخواهد بود. جمعی از نمایندگان کارکنان تعاونی سهام عدالت روز چهارشنبه مقابل مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها که به نمایندگی از سوی 1500 نفر کارکنان سهام عدالت به تهران آمدند، روز گذشته نیز در اعتراض به معوقات مزدی و امنیت شغلی مقابل وزارت کار رژیم تجمع کردند. معترضین میگویند پس از 13 سال فعالیت در دفاتر شرکت‌های تعاونی سهام عدالت هنوز وضعیت شغلیمان مشخص نیست. جمعی از ناشنوایان روز چهارشنبه در میدان موسوم به خمینی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در اعتراض به محرومیت از حقوق شهروندی و برخوردار نبودن از موقعیت‌های برابر اجتماعی اقدام به تجمع کردند. کارگران شرکت کنترسازی قزوین روز چهارشنبه برای چهارمین روز متوالی مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران از روز شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده و سنوات خود تجمع خود را آغاز کردند. صبح روز چهارشنبه کارگران شهرداری کوت عبدالله در اهواز برای نشان دادن خشم و اعتراض خود علیه کارگزاران دزد رژیم نسبت به پرداخت نکردن حقوق عقب افتاده آنها اقدام به تخلیه لجن در مقابل شهرداری کردند. به کارگران محروم شهرداری 8 ماه از حقوق پرداخت نشده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه شبکه گسترده کشتیرانی رژیم ایران را که از نیروی قدس سپاه پاسداران حمایت می‌کند و صدها میلیون دلار را به رژیم اسد و حزب الله می‌رساند تحریم کرد. خبرگزاری فرانسه در این باره گفت آمریکا شبکه کشتیرانی رژیم ایران را به خاطر فروش نفت تحریم کرد. خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس نیز گزارش داد وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه تحریم‌های جدیدی را علیه افراد و شرکت‌های مرتبط با رژیم ایران اعلام کرد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت‌های کشتیرانی و نفتی و تعدادی نفتکش به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. Today the United States government is intensifying our maximum pressure campaign against the Islamic Republic of Iran. First, we are announcing a reward of up to $15 million for any person who helps us disrupt the financial operations of Iran's Revolutionary Guard Corps and Quds Force. برایان هوک، هماهنگ کننده اقدامات علیه رژیم آخوندی در وزارت خارجه آمریکا، طی سخنانی گفت خزانه‌داری امروز بیش از 25 نهاد و 11 شخص و 12 کشتی رژیم ایران را نامگذاری کرد. وی افزود ما یک پاداش 15 میلیون دلاری را برای هر کسی که به ما کمک کند عملیات مالی سپاه پاسداران و نیروی قدس را متوقف کنیم پرداخت خواهیم کرد. ما این گام را به این دلیل برداشته ایم که سپاه پاسداران بیشتر از اینکه یک نهاد دولتی باشد مانند یک سازمان تروریستی عمل کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک منبع فرانسوی گفت قراردادی با رژیم ایران به اجرا در نمی آید تا هر زمان که رژیم ایران به استانداردهای بین المللی علیه پولشویی و تروریسم مالی عمل کند. این منبع دیپلماتیک گفت روزی که آنها شرایط FATF را امضا کنند ما راجع به آن صحبت می کنیم. رویترز با مخابره این خبر افزود گوردون سونلند، سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت سیاست واشنگتن اعمال فشار حداکثری علیه رژیم ایران باقی خواهد ماند.